سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی افراد مشهوری که گذشته سختی داشتند میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. اکثر ما تجربه این را داشته ایم که در مرحله از زندگی خود چنان با مشکلات مالی روبرو شده ایم که نتوانسته ایم ضروری ترین و ساده ترین مایحتاج زندگی من را تهیه کنیم. اما تعداد کمی از ما مجبور شده ایم شبهای من را در داخل اتومبیل یا پارک و یا موتورخانه گرم ساختمان ها بگذرانیم. بسیاری از چهره های مشهور افرادی هستند که در زندگی خود ریسک های زیادی کردند و برخی برای رسیدن به شهرت و به دلیل نداشتن کار و درآمد کافی مجبور بودند در ماشین خود بخوابند. برخی از این افراد چنان تهیدست بودند که جایی برای خواب نداشتند. در ادامه با چندی از این افراد در داخل و خارج از ایران آشنا می شویم. جنیفر لوپز. جنیفر تنها 18 سال داشت که به خاطر اختلاف با مادرش مجبور شد ماها کف یک سالن رقص بخوابد. اختلاف جنیفر و مادرش بر سر علاقه او به کار رقصندگی بود. چند ماه بعد جنیفر موفق شد در اروپا شغل مورد علاقه اش را شروع کند. جنیفر توانست در یک رقابت بین المللی فرصت رقصندگی در یک سریال تلویزیونی محبوب را به دست آورد و بعد از بازگشت از اروپا به لس آنجلس نقل مکان کرد. جیم کری. هالیوود برای بسیاری از فیلم‌های خوبش مدیون جیم کری است. این کمدین قبلاً 8 ساعت را در کارخانه لاستیک کار می‌کرد تا خود و خانواده‌اش را اداره کند. او در یک واگن نگهبانی زندگی می‌کرد. در نوجوانی کری هم در شغل سرایداری و هم نگهبانی کار می‌کرد تا کمک خرج خانواده‌اش باشد. به گزارش باید بدانیم در سن 16 سالگی دبیرستان را رها کرد تا دنبال بازیگری که دوست داشت برود. او به خاطر قوه طنز خود توانایی آن را داشت تا دیگران را بخنداند و از آن به عنوان یک سلاح برای انجام بزرگترین ریسک و رفتن به لس آنجلس استفاده کرد. وی امروز به یکی از شناخته شده ترین کمدین های هالیوود تبدیل شده است. جکی چان. جکی چان یکی از پردرآمدترین بازیگران جهان وقتی بچه بود والدینش از شدت فقر می‌خواستند او را به قیمت 26 دلار بفروشند. دانیل کریگ. دانیل کریگ بازیگر نقش محبوب جیمز باند از ابتدا ثروتمند و مشهور نبوده است. او زمانی یک پیشخدمت معمولی بود که گهگاه روی نیمکت پارک می‌خوابید. کریگ با سخت کوشی، عزم راسخ و وقف زندگیش برای حرفه بازیگری توانست به ثروت و شهرت دست پیدا کند و در نهایت به آرزویش رسید. اوپرا وینفری. امروز اوپرا یک بیلیونر محسوب می شود ولی همیشه آسمان برای او رنگ روشنی نداشته است. او در یک دهکده روستایی در میسیسیپی از یک مادر نوجوان به دنیا آمد. در سن 9 سالگی قربانی سوء استفاده جنسی شد. زمانی که 14 ساله بود باردار شد ولی پسرش در بدو تولد فوت شد. وقتی 19 ساله شد در یک ایستگاه رادیویی محلی در تنسی شغل پیدا کرد. بعد از آن کمی روزگار روی دیگرش را به او نشان داد و تا کنون به عنوان مجری برنامه‌های مصاحبه‌ای فعالیت می‌کند. علیرضا بیرانوند. دروازه‌بان تیم ملی که امروز دیگر به عنوان لژیونر شناخته می‌شود و به گفته خیلی‌ها گران‌ترین بازیکن لیگ برتر هم بوده است، بعد از مهاجرت به تهران شب‌ها در میدان آزادی می‌خوابیده و می‌گوید که همه دستفروش‌های آزادی می‌شناختنش. مدتی در پیتزا فروشی و سپس در کارواش کار می‌کرده و شب‌ها در باشگاه می‌خوابیده. میلاد کیمران. با دیدن یک تئاتر عاشق بازیگری شد و بدون تجربه وارد تئاتر شد. جایزه بهترین بازیگری منطقه فجر را گرفت، سپس به تهران آمد و در کلاس‌های سمندریان شاگرد مسعود کیمیایی شد. او مدت‌ها به علت نداشتن مکان زندگی در موتورخانه مدرسه کیمیایی زندگی می‌کرد. همزمان با کلاس بازیگری در یک پیتزا فروشی کار میکرد که به صورت اتفاقی گلاب آدینه را میبیند و مسیر زندگیش تغییر میکند. استیو هاروی. برنامه های تلویزیونی استیو هاروی مجری مشهور آمریکایی طرفداران بسیار زیادی دارد، اما او راه سختی را تا رسیدن به این شهرت طی کرده است.
او کار خود را به عنوان کمدین در اواخر دهه 80 میلادی شروع کرد، اما جدایی از همسر و تأمین پول ماهیانه دو فرزندش کار او را به زندگی در ماشینش کشاند. هاروی به مدت 3 سال در ماشینش زندگی میکرد و از دستشویی های هتل ها و پمپ بنزین ها و حمام های استخرهای عمومی استفاده میکرد، تا آنکه در نهایت برای مجریگری در یک برنامه تلویزیون مشهور دعوت شد. حالا ارزش خالص ثروت او 140 میلیون دلار است. سیلوستر استالونه. سیلوستر استالونه معروف به راکی یا رامبو در نوجوانی گارسون رستوران بوده و به خاطر بدهی حتی سگش را فروخته است. امروز او از مشهورترین ستارگان هالیوود است. کریس پرات. کریس پرات بازیگر مشهور آمریکایی در 17 سالگی مدرسه را رها کرد و به کار فروش کوپن مشغول شد. 2 سال بعد به پیشنهاد یکی از دوستانش به هاوایی رفت و این آغاز بی‌خانمانی او بود. پرات در آنجا درون یک ماشین ون و یا چادری در ساحل می‌خوابید. روزهای پرات با مصرف مواد مخدر و الکل و انجام کارهای مختصری برای تأمین هزینه بنزین، غذا و وسایل ماهیگیری سپری می‌شد. کریس پیش خدمت یک رستوران غذایی دریایی بود که مورد توجه یک بازیگر قرار گرفت و از پرات برای حضور در اولین تجربه کارگردانیش دعوت کرد. به این ترتیب کریس توانست به هالیوود راه یابد. جی کی رولینگ، نویسنده مشهور مجموعه هری پاتر، امروز یکی از ثروتمندترین زنان دنیاست، ولی قبل از آن یک مادر تنها و بیکار بود که با حمایت‌های دولت زندگی می‌گذراند. وقتی ایده هری پاتر به ذهن خلاقش آمد، توانست با ناشران مختلف صحبت کند. حتی بعد از اینکه چندین بار کار او را رد کردند، امیدش را از دست نداد. او به چندین ناشر مراجعه کرد تا سرانجام یک ناشر کار او را قبول کرد و بعد از آن موفقیت چشمگیری نصیبش شد. امروز ثروت او را 1 بیلیون دلار تخمین زدند. هیلاری سوانک. هیلاری سوانک در حقیقت در یک ون بزرگ شد. او و مادرش در ماشین و خانه‌ای خالی زندگی می‌کردند. بعضی از آشنایانشان که می‌خواستند خانه‌ای را بفروشند، به هیلاری و مادرش اجازه می‌دادند شب‌ها در خانه خالی آنها بمانند، اما صبح‌ها باید آنجا را ترک می‌کردند تا مشتری‌های خانه بتوانند آنجا را ببینند. هیلاری سوانک 2 جایزه اسکار در کارنامه حرفه‌ای خود دارد که هر دوی آنها را قبل از 30 سالگی دریافت کرده و حالا ارزش خالص ثروت او 40 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با این وجود هیلاری هر روز از مترو استفاده می‌کند. حامد بهداد بعد از قبولی در دانشگاه به تهران آمد و به دلیل فقر شدید مالی جایی برای ماندن نداشت. رامبد جوان او را به خانه پدرش می‌برد و به او سرپناه می‌دهد. وی امروز از بازیگران پولساز ایران به شمار می‌آید. امیر آقایی پدرش در 9 سالگی او در یک سانحه رانندگی فوت کرد. در تهران به یک مدرسه شبانه روزی می رفت تا روزها بتواند در یک کارخانه تراشکاری نان‌آور خانه باشد. او یکی از پرکارترین بازیگران امروز سینما و تلویزیون ایران است. مهران احمدی به گفته خودش برای رفتن به دانشگاه مادرش تنها یادگار ازدواج با پدر مرحومش را فروخت و از گارسونی در رستوران شروع کرد و امروز از شهرت و زندگی خوبی برخوردار است. مانی خوشبین. مانی خوشبین میلیاردر ایرانی آمریکایی بعد از مهاجرت به آمریکا با خانواده‌اش مدت‌ها در ماشین استیشن پدرش می‌خوابیدند. ثروت او امروزه از کریس رونالدو هم بیشتر است. چارلی چاپلین. شاید بتوان گفت چارلی چاپلین شناخته شده ترین بازیگر دنیاست. با این حال بسیاری نمی‌دانند که وقتی چاپلین 10 ساله بود پدرش بر اثر اعتیاد به الکل از دنیا رفت و مادر او به دلیل بیماری روانی در بیمارستان نگهداری می‌شد. چاپلین در 14 سالگی کاملا فقیر و تنها شده بود. او در خیابان می‌خوابید و به دنبال غذا می‌گشت. تنها کاری که از او برمی‌آمد این بود که به دنیای کمدی پناه ببرد و خودش را پشت اشک‌های یک دلقک پنهان کند. او تا جایی به تلاش ادامه داد که به مشهورترین و محبوب‌ترین کمدین دنیا تبدیل شد. از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خودتون رو در مورد این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمون به اشتراک بگذارید.